شماره ناصر خانو میخواست. آدم سرمایه‌داری بود که زمینای زیادی تو کلار دشت داشت. حالا وقت برداشت سرمایه‌اش بود. به دور از چشم قانون زمینا رو تیکه تیکه میکرد و میفروخت. سراغ چهره‌های مشهور زیادی رفته بود. فوتبالیست‌ها هم از قلمش نیفتاده بودن. به اونها زمین میداد تا براش تبلیغ کنن. معامله خوبی بود. دو سر سود. چهره‌های آبی و قرمز زیادی رو جذب کرده بود. میگفت سراغ ناصرخان حجازی هم میریم. اتفاقا رفته بود. ناصرخان اما آب پاکی رو ریخته بود رو دستش. گفته بود نه به زمین نیاز دارم، نه برای کسی تبلیغ میکنم. اونقدر محکم جواب داده بود که دیگه سراغش نرم. ناصرخان باز هم روی اصولش وایساده بود، دقیقا مثل همیشه، مثل اون روز اردیبهشتی سال 51 در پیونگیانگ که دروازش رو در هجوم سنگین بازیکنای کره شمالی بسته نگه داشت، مثل روزایی که تاج رو تاجدار فوتبال آسیا کرد و مثل روزای سختی که حضورش روی نیمکت قوت قلب هوادارا بود. همونقدر جذاب، مطمئن و دست نیافتنی.